این دختران افغان که به دلایل مختلف از افغانستان به شهر پشاور پاکستان نقل مکان کردند، از مدت 2 ماه بدین سو در این مرکز آموزشی آموختن کامپیوتر حیاتی و آرایش را فرا گرفتند. مدت 1.5 سال شده آمدیم پاکستان، بخاطر که بعد از سقوط دولت افغانستان آمدیم، بخاطر دوج امکانات درس و تعلیم هیچ چیز نبود، مجبور شدیم که آمدیم پاکستان و در اینجا آمدم. کمپیوتر و چیزها را یاد گرفتم و بخاطر ماجرا خیلی برنامه خوب است که مثلا ماجرا میتونن کمپیوتر را که یاد بگیرن، میتونن از خود کورس باز کنن، میتونن در هر جایی از طریق زمین کار کرده میتونن. این آموزگار افغان در نیمه دوم روز هنر آرایش را به این دختران می آموزاند. 1 سال میشه که جی آمدم استازی آرایشگاه هستم. پار سالم تقریبا 55 دختره بود. کلگی درس خوانده، ولی کلگی شکر سر کار است، کار میکنه. علاقه داره از خاطر که کلگی افغان است، مشکل داره، خانه کارایشان است، درس میخوانه، از مجبوریت میخواد که یک هنر یاد بگیره. بیشتر این دختران رشته خیاطی را انتخاب میکنند، ولی به دلیل مشکلات اقتصادی این زنان حتی توان خریداری و داشتن ماشین خیاطی را ندارند. من در اینجا خیاطی را یاد گرفتم، ولی در خانه ماشین ندارم. اگر کسی میخواهد با من کمک کند، من از طریق آن برای کودکانم نفقه فراهم خواهم کرد. رئیس این مرکز آموزشی میگوید دومین بار است که این برنامه را راه اندازی کرده و به گفته او هدف آن کمک کردن با زنان و دختران افغان میباشد. دلته اوس موجوده کم گروپ چې موږ شروع کړی دا د 200 شاگردانو دی. ما این برنامه را برای 200 دانش آموز آغاز کرده ایم. همه دخترند. ما می خواهیم که آنان هنر بیاموزند تا بتوانند ضروریات خانواده خود را تامین کنند و با مردان خانواده خود کمک کنند. خپل کور مشکلات، خپل کور اقتصادی مسائل خپل حل کی، او کم نس کم د خپل رونو سره، د خپل والدینو سره دی همغږی شي او په دې کې دی وسره ملاتړ وکړي. ابراهیمی میگوید که با پایان یافتن این صنف، صنوف جدید دایر خواهد شد. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.